شنبه گذشته دوازده همه نومه 2022 انتخابات پارلمانی بحرین برگزار شد. مشارکت در این انتخابات 28 درصد اعلام شد و به ازان ناظران سیاسی این کشور این انتخابات که از سوی شیعیان بحرین تحریم شده بود شکست خورده است. همکار عملی اکبری گزارش می دهد. شک و تردید در نتایج انتخابات مجلس بحرین حتی به نامزدها هم رسیده و برخی از آنها از تقلب در شمارش آرا و اعلام نتایج سخن میگویند مقام های بحرینی قصد داشتند با برگزاری این انتخابات بر نقض قوانین در این کشور به خصوص علیه شیعیان سرپوش بگذارند اما به نظر می رسد اوضاع بر وفق مراد آنها نیست پس از مخالفان بحرینی که درباره شفافیت و سلامت و انتخابات ابراز شک و تردید کردند با آغاز شمارش آرا شک و تردیدهایی همراه با اتهام زنی شروع شد و این در حالی است که به گفته یه مخالفان تعداد آرای اخذ شده و میزان مشارکت کم بوده است. این شک و ها حتی از سوی برخی از نامزدهای انتخابات مطرح شده و برخی از آنها از تقلب در انتخابات به خصوص در حوزه سوم رایگیری در استان الشمالیه سخن میگویند معترضان معتقدند که رئیس کمیته انتخابات نتایج را بعد از دریافت یک تماس مشکوک تغییر داده است علی سعید المعمری نامزد استان شمالی طی اظهارتی گفت رئیس کمیته انتخابات ابتدا به یک تماس پاسخ داد و بعد از آن نتایج را اعلام کرد در اعلام نتایج بیش از 700 رای من را کم کرد نامزدی دیگر هم از تخلف دیگری سخن میگوید خانم لطیفه اید نامزد حوزه نهم استان شمالی هم در صفحه شخصی خود در تویتر نوشت عکس خود را آمدان جمع وری کردم من بخشی از این فریبکاری نیستم رأی مردم مرا پشتیبانی می کند نه توصیه یا طرف های دیگر به یفزود اکنون سپود کردم تا انتخابات سالم برگزار شود و نماینده ای از طرف مردم به مجلس راه یابد نه از طرف شخصیت ها و طرفهای دیگر همه حقیقت را فهمیدند فشار و دیکته و تغییر نتایج بخش کوچکی از نقض قوانین انتخاباتی در بحرین است در این میان یک قاضی زن قصد داشت بر اساس قانون نتایج اولیه انتخابات را در حوزه انتخابی خود در منامه اعلام کند اما نایهان روزنامه نگاران اعلام کردن نتایج باید از طریق روزنامه ها اعلام شود این تخلفات و آنچه تا کنون اعلام نشده واقعیت حکومت بحرین را نشان می دهد حکومتی که قصد داشت با برگزاری این انتخابات چهره خود را در خارج بهبود دهد اکنون این حکومت زیر سوال رفته و این همان چیزی است که مخالفان پیش از این اعلام کرده بودند علی اکبری اخبارش